سلام بر همه شما عزیزانم بسیار بسیار خوشحالم از اینکه این افتخار رو دارم که امروز باز هم در خدمت شما باشم و سال نو رو هم بهتون تبریک میگم اه، اما اه، پیش از هر چیزی و بیشتر از من که مشتاق دیدار شما هستم یک شخص اینجا هست که قلبش برای شما میتبه در تمام طول پرستش این رو من حس میکردم و نمیدونستم که اول باید سلام علیک بکنم با شما یا اول این رو بگم ولی در هر حال رول قدس اینجاست و توی پرستش ها من دیدم که چطور با آغوش باز ایستاده که فقط یک چیز رو امروز به ما نشون بده یک چیز رو برای ما باز کنه که صدای زربان قلب ایسا رو بشنویم همه ما شرایط سخت و روزهای سختی رو میگذرونیم به خاطر این پاندمی و دوری از عزیزانمون و شاید در موقعیتی هستی که این تصویر رو دیدم میدونید مثل وقتی که خیلی خسته هستی وقتی که میگی کاش میشد مادرم رو میدیدم یا پدرم رو میدیدم فارغ از هر چیزی توی این دنیا سرم رو روی شونش میذاشتم سرم روی پاش میذاشتم بی خیال از هر چیزی و خودم رو رها میکردم و امروز الان توی این لحظه روح القدس اینجاست برای اینکه تو خودت رو رها کنی توی آغوشش باور کنید که او اینجاست همونطور که خواهر الیزا گفت عمل کننده ای کلام باشیم و فکر میکنم قبل از اینکه من شروع به صحبت بکنم خیلی خوب هست که یک سی ثانیه واقعا خودمون رو پرت کنیم توی بغل روح القدس چون واقعا میخواد که ما صدای تپش قلب عیسی رو که برای ما میتپه بشنویم و فکر میکنم خیلی خوب باشه که این کار رو انجام بدیم و واقعا در آغوش او بریم ممنونیم اله القدس من خودم بیشتر از همه احتیاج دارم به اینکه واقعا خودم رو رها کنم در آغوش روح القدس رها کنم در آغوش عیسی و همه بارهام رو همه زندگیم رو بسپارم به دست او و از اونجا واقعا تکون نخورم و ایمان دارم که همه شما هم حضور او رو الان اینجا احساس میکنید و هستید عزیزانم از ابتدای امسال از ابتدای سال 2021 من خیلی مشغول هستم با یک موضوع با موضوع صلح شادی آرامش و امید موضوعی هست که از ابتدای امسال ذهن من رو به خودش مشغول کرده به این شکل که عیسی مسیح قول داد به ما در کتاب یوحنا باب 14 آیه 27 که آرامشی رو به ما میده و آرامشی رو برای ما به جا میذاره که دنیا به ما این رو نمیتونه بده و همینطور اگر که بخونیم در ادامه کتاب مقدس پولس رسول توی نامه فیلیپیان می نویسه که همیشه در خداوند شاد باشید باز هم میگویم شاد باشید و من فکر کردم که اگر اینها غیر ممکن بود چون ما میدونیم عیسی وفادار هست عیسی دروغ نمیگه اگر این چیزها غیر ممکن بود غیر ممکن بود که ما همیشه شاد باشیم این هیچ وقت در کلام خدا نمی اومد پس این قطعا ممکن هست اما من توی سالهای خدمتی خودم متاسفانه خیلی از فرزندان خداوند رو دیدم و خیلی از ایمانداران رو دیدم که از این صلح از این شادی از این آرامش از این امید در زندگیشون بهرهمند نیستن خیلی وقتها پیش میاد و هیچ ربطی نداره به نوع ایمان بودن به پاستور بودن به رهبر پرستش بودن و در زندگی خیلی از ایماندارها این رو میبینم در زندگی خودم بارها اتفاق افتاده و به خاطر همین مشغول شدم به در واقع تحقیق در مورد این موضوع دونید ایسای مسیح میگه که در کتاب یوحنا باب ده آیه ده میگه من آمدم تا ایشان حیات داشته باشن و از آن به فراوانی بهره من شوند یعنی ایسای مسیح نیومده فقط برای اینکه که من و تو نجات رو داشته باشیم بلکه ایسای مسیح اومده که ما یک زندگی رو اینجا در صلح صلح بین زن و شوهر صلح بین فرزند و خانواده در شادی همیشگی و با امید داشته باشیم و واقعا این امکان پذیر هست و امروز میخوایم با هم نگاه بکنیم که چه چیزهایی هستند که مانع میشن که ما از این پکیج عالی که خداوند به ما هدیه میده برای زندگیمون محروم بشیم چه چیزهایی هستند که اجازه نمیدن که ما این هدایا رو در واقع توی زندگیمون بهره بشیم ازشون اولین نکته ترس های ما هستند ترس از گذشته از آینده از نمیدونم بیکار شدن و خدا رو من دیدم که در دو سه هفته گذشته فکر میکنم یک پاستور یک برادر عزیز آلمانی در کلیسا شما بودن و در مورد ترس صحبت کردن و در این مورد امروز ما خیلی پس صحبت نمی‌کنیم مطلب بعدی مطلبی هست که هویت هست اینکه وقتی که ما هویت خودمون رو در مسیح نشناسیم این هم باعث میشه که در واقع مدام خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم و این آرامش و شادی رو توی زندگی ما از بین میبره در این مورد هم امروز صحبت نمی کنیم فقط اشاره کوتاهش میکنیم مطلب بعدی که خیلی هم مهم هست روح نارضایتی هست یعنی انسان ها امروزه در جوامع زندگی میکنن که در واقع همیشه سعی میکنن یک دلیلی رو پیدا بکنن برای اینکه خودشون رو قانع بکنن که شرایطشون بد هست برای اینکه ناراضی باشن و این هم یکی از این نکات هست اما چیزی که بحث و موضوع امروز ما هست نگرانی هاست نگرانی هایی که در واقع من و شما توی زندگی داریم و مانع این میشن که ما شادی، آرامش، صلح و امید رو توی زندگیمون تجربه بکنیم. پولس رسول توی فیلیپیان 4:11 میگه که من یاد گرفتم من البته این رو بگم من خیلی از این آیات رو از ترجمه آلمانی استفاده کردم به خاطر اینکه توی فارسی به شکل دیگه ترجمه شده بود و بعضی از کلمات توی ترجمه فارسی نبود که حالا در ادامه موزه اشاره میکنم اما این آیه رو میخونم براتون توی کتاب فیلیپیان باب 14 پولس میگه که من یاد گرفتم که در وضعیتی که هستم راضی باشم حالا توی ترجمه های فارسی قانع باشم رو نوشته که شاید برگرده فقط به مسائل مادی اما توی بعضی از ترجمه های آلمانی میذاره که در هر وضعیتی که هستم راضی باشم نکته مهمش اینه که میگه یاد گرفتم یعنی این یک پروسه هست که من و شما میبایست یاد بگیریم برای اینکه چطور بتونیم از این پکیج شادی، صلح، آرامش و امید توی زندگیمون بهرهمند بشیم اما اگر بخوایم وارد بحث اون بشیم قبل از اون پولس رسول همه شما میدونید که وقتی که نامه فیلیپیان رو نوشته توی زندان بوده و این نامه رو هم من شروع کردم به اینکه واقعا بخونم و باز بشه برام که به چه شکست و دیدم چه نکاتی رو داره میگه که چطور خوشحال میشه در علا رقم این که در زندان هست و فکر کنم خیلی خوب باشه که اگر همه شما بعد از جلسه امروز وقتی که خونه رفتید نامه فیلیپیان رو یک بار بخونید چون واقعا تیپ به ما میده که چطور میتونیم حتی در مواقعی که شرایط من خوب نیست شاد باشیم اما وارد بحث اصلی امروزمون میشیم بحث نگرانی و از یکی از رسولان عیسی مسیح میخوایم صحبت بکنیم که همراه با عیسی بود و پتروس نامه اول پتروس باب پنج آیه شیش و هفت میگه پس اینک خیشتن را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب همه نگرانی های خود را به او بسپارید تا در زمان مناسب شما را سرفراز سازد ببخشید اینجا یه ذره تایپ من ایراد داره پس اینک خیشتن را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرفرازتان سازد همه نگرانی های خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شماست اولین چیزی که این آیه به ما میگه این هست که خداوند میخواد تو و من رو سرفراز بکنه بلند بکنه رشد بده و چیزی که ما میبایست این رو بدونیم این هست که قلب خداوند برای من و شما بسیار بسیار بزرگتر از اون چیزی هست که ما فکر میکنیم واقعا قلب خداوند خیلی خیلی بزرگتر از تصور ما هست و نکته ای که متاسفانه برای خیلی ها و من جمله خود من اتفاق افتاده این هست که یک تصویر غلط از خداوند توی ذهنم داشتم سالهای سال من فکر میکردم خداوند یک خدایی هست که جبار هست غیر رحیم هست یک چوبی توی دستش داره و منتظر هست به محض این که من یه خطا میکنم بزنه توی سر من تنبیه هم بکنه و بلای سر من بیاره و مدام با این در واقع افکار خداوند رو میدیدم اما اون چیزی که این آیه در کتاب پتروس به ما داره میگه این هست که خداوند میخواد تو رو در واقع بلند کنه تو رو پیشرفت بده تو رو سرفراز بکنه و اگر به کتاب مقدس نگاه بکنیم میبینیم که کاملا برعکس اون چیزی که ما تصور میکنیم یا من تصور میکردم هست خداوند و در واقع سرفراز کردن یا بلند کردن یک چیزی هست در مقابل و تضاد با تحقیر کردن نابود کردن خراب کردن یعنی خداوند به هیچ عنوان نمیخواد که تو رو تحقیر بکنه خراب بکنه نابود بکنه سرفراز کردن معنی دیگرش این هست که احترام به تو بذاره در واقع تو رو برکت بده تو رو بزرگ بکنه تو رو رشد بده و اجازه بده که تو رشد بکنی این چیزی هست که خداوند برای تو میخواد حالا در خدمتت میخواد باشه در کارت میخواد باشه یا در هر جای دیگه و این قلب خداوند هست برای من و تو توی کتاب مقدس اگر نگاه بکنین در عهد عتیق خیلی افراد بودن که خداوند در واقع اونها رو بلند کرد سرافراز کرد بزرگترین مثالش یوسف در واقع کسی بود که هیچ کس حاضر نبود هیچ پولی برای او بده برادران شروع به چاه انداختن اما خداوند او رو بلند کرد و در واقع به چه شخصیتی در مصر تبدیل شد که یک نام بزرگی رو داشت یا دانیال رو که در واقع در اون باغ پادشاه برد و او رو هم کرد یا مثال های دیگر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم بارسترین مثالش که در فیلیپیان باب دو آیه نو هست عیسی مسیح هست که میگه پس خدا نیز او را به قایت سرفراز کرد و نامی برتر از همه نام ها به دو بخشید اون چیزی که هست اینه که دقیقا همون طوری که قلب خداوند برای عیسی مسیح بوده برای تو و من هم هست چون من و تو هم فرزند او هستیم پسر او دختر او هستیم و او میخواد که ما رو هم سرفراز بکنه اما فقط به شرطی که ما به او اعتماد بکنیم ما به او توکل بکنیم اما چه زمانی میبایست که این اتفاق بیفته چه زمانی هست که خداوند ما رو سفراز میکنه و بلند میکنه توی متن اگر نگاه بکنیم در واقع میگه که تا در زمان مناسب سرفرازتان کند در متن یونانی این زمان مناسب کلمه کایروس هست یعنی از طرف خداوند زمان تعیین شده زمان الهی در اولین فرصت مناسب الهی یعنی خداوند در اولین فرصت مناسب الهی میخواد که تو رو بلند بکنه تو رو برکت بده تو رو رشد بده فکر میکنم که دو سه ماه پیش بود یک موضعی رو میشنیدم از فکر میکنم هم خارنستین هم آرش آرش عزیز به این اشاره کردن آیه بود از کتاب پادشاهان یا تواریخ که چشمان خداوند در دنیا کار میکنه و میگرده دنبال این و دقیقا همین هست چشمان خداوند توی دنیا داره کار میکنه و نگاه میکنه میگه کیو امروز پیدا بکنم که بلند کنم سرفراز کنم چه کسی رو برکت بدم و این ممکنه که متفاوت باشه با برخی دو هفته دیگه باشه شش ماه بعد باشه یک سال بعد باشه اما در هر حال میدونیم که خداوند دیر نمیکنه و در واقع خداوند قطعا این کار رو انجام خواهد داد شاید روزی باشه در ابدیت در آسمان شخصی رو سرفراز بکنم و بگه هیچ کس ندید که تو به بیمارا سر می زدی هیچ کس ندید که تو توالت های کلیسا رو تمیز میکردی اما من دیدم و میخوام که تو رو بلند بکنم پس این به هیچ عنوان از چشم خداوند پنهان نخواهد موند اما توی این پروسه نباید فراموش بکنیم خداوند میخواد که تو و من رو سفراز کنه سربلند کنه بالا ببره و در اولین فرصت مناسب الهی در اولین زمانی که از طرف خداوند هست اما توی این پروسه تو و من یک در واقع تکلیفی رو داریم یک نکته ای هست که در واقع وظیفه من و شما هست که توی این پروسه انجام بدیم چی هست این وظیفه ما پس اینک خیشتن را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید پس نکته اینجا هست که باید ببینیم که اولا فروتن ساختن فروتن سازی یعنی چی؟ فروتن سازی یعنی خودش رو تحت نظم یک چیزی قرار بدی یعنی تحت اقتدار یک چیزی قرار بدی اطاعت بکنی از یه چیزی یه مثال ساده اگر بخوایم بزنیم مثلا انتظامات کلیسای شما الان میگه ماسک بزنید فاصله رایت را رعایت کنید سه تا صندلی رو و بهتر هست که من و شما وقتی این رو میشنویم انجامش بدیم یعنی یا وقتی که رئیستون تون سر کار بهتون میگه که این کار رو انجام بده به خاطر اینکه بابتش استخدام شدی و حقوق میگیری انجام میدی این کار رو و در واقع فروتن ساختن یعنی این یعنی اینکه تو خودت رو در واقع وابسته به یک شخص یا یک چیزی بکنی یعنی تحت نظم اون قرار بگیری اما نکته بعدی که توی این آیه هست این هست که خیشتن را زیر دست نیرومند خداوند فروتن سازید و حالا سوال این هست که دست نیرومند خداوند چی هست هر جایی صحبت از دست خداوند شده توی کتاب مقدس به این معنی بوده که خداوند میخواد مستقیما مداخله کنه خداوند میخواد که در واقع وارد اون قضیه بشه و چیزی رو به حرکت در بیاره و در واقع اگر نگاه بکنیم در اعمال 11 21 میگه که دست خداوند نیز با ایشان بود و گروهی بسیار ایمان آورده به خداوند گرویدند در کتاب حزقیال باب 8 آیه یک در سال ششم در روز پنجم از ماه ششم هنگامی که در خانه خود نشسته بودم و مشایخ یهودا نیز در برابرم نشسته بودند دست خداوندگار یهوه در آنجا بر من فرود آمد و عزیزان دست خداوند هیچ چیزی نیست یا هیچ شخصی نیست به جز روح القدس و در واقع امروز عنوان این موعظه من و پیغامی که برای شما دارم این هست که چطور روح القدس میخواد زندگی روزمره تو رو شیرین بکنه و اگر ادامه بدیم توی کتاب اشیا توی جاهای مختلف در مورد دست خداوند صحبت شده حالا توی زبان آلمانی توی فارسی ما معمولا دست رو از این بالا تا انگشتان دست میگیم ولی مثلا توی آلمانی در واقع هند آرم فینگا مثلا مختلف میگن و اشیا مثلا از بازوی خداوند یاد میکنه و مثلا در 53 میگه چه کسی پیام ما رو باور کرده و بازوی خداوند بر کم مکشوف گشته است یا اگر توی عهد جدید لقا 11 20 و متا 12 28 رو با هم مقایسه بکنیم میگه اما اگر من به انگشت خدا دیوها را بیرون میرانم یقینا بدانید که پادشاهی خدا بر شما وارد شده یا توی متا میگه اگر من به واسطه روح خدا دیوها را بیرون میکنم یقین بدانید که پادشاهی خدا بر شما وارد آمده پس دست نیرومند خداوند هیچ چیزی نیست جز در واقع هیچ شخصی نیست جز روح القدس و روح القدس در واقع اون قوت و نیرو و اون شخصی هست که در واقع اون قدرت الهی رو در واقع جاری میکنه روی زمین و چیزی رو به حرکت در میاره توی زندگی من توی زندگی شما پس در تا اینجا متوجه شدیم که خداوند میخواد که تو و من رو سرفراز کنه بلند کنه رشد بده برکت بده در اولین فرصت الهی تعیین شده از طرف خودش به این شرط که من و تو خودمون رو وابسته بکنیم به روح القدس فروتن بشیم زیر دست نیرومند خداوند اما چه زمانی میبایست که این اتفاق بیفته یعنی کی میبایست که من و شما خودمون رو فروتن بکنیم زیر دست نیرومند خداوند یک نکته اینجا بگم توی ترجمه های فارسی این کلمه که در واقع اینک هست نیومده اما خدا برای همه ترجمه های فارسی که هست اما من یک کتاب رو هم آوردم چون میدونم همه شما علاقمند به کلام خدا هستید کتاب مقدس های هست به این شکل مثل بیبل که شما میتونید در واقع متن اصلی رو متن اورجینال هبری و یونانی رو داشته باشید که خیلی نزدیک هست و این کلمات رو توضیح میده و من از این ترجمه استفاده کردم برای این آیات توی این ترجمه اومده و اینک یعنی کلمه آلمانیش میگه نون unterordnet آش اونت der gewaltige hand gottes و میگه که الان در واقع فروتن بکنید خودتون رو زیر دست نیرومند خداوند یعنی فردا نه الان همین الان اینجا همین لحظه توی کلیسا فروتن بکنید خودتون رو و وابسته بکنید خودتون رو به روح القدس اما ممکنه که شما الان سوال بکنید که چطور من میتونم که خودم رو فروتن بکنم زیر دست نیرومند خداوند چطور میتونم که وابسته بشم به روح القدس الان اینجا در کلیسا و این سوال بسیار خوبی هست و نکته اصلی امروز ما هست وقتی که به صورت کاملا رادیکال به صورت کاملا رادیکال تمام نگرانی هات رو هر اون چیزی که ذهن تو رو مشغول کرده پرت کنی بر روی خداوند بر روی روح القدس بار تمام نگرانی های خود را به او بسپارید اینجا کلمه ای که توی آلمانی استفاده میکنه ویفت یا شلویدر پرتاب بکنید و این در واقع فروتن شدن زیر دست روح القدس هست این که تو در واقع قدم اول برای اینکه خودت رو فروتن بکنی زیر دست نیرومند خدا همونطور که پولس میگه من یاد گرفتم چطور راضی باشم در هر شرایط ما هم میبایست که این فروتن شدن رو یاد بگیریم این هست که نکته یک دست برداری از اینکه خودت بخوای کنترل رو بر عهده داشته باشی و تمام مشکلاتت رو خودت حل کنی و تمام نگرانی هات رو خودت بر دوش بکشی پس قدم اول این هست اینکه شما در واقع کوتاه بیای ما مخصوصا ما ایرانی ها اینطور هستیم که میخوایم همیشه در واقع یه خودی هم نشون بدیم منظورم بعد بعد برداشت نکنید یعنی از اون قلبی که داریم مثلا نشونی خدایا کجاست اون کوه بعدی که من این رو هم از جا بکنم بردارم کجاست حرکت بعدی که بزنم و خداوند میگه که ریلکس ریلکس آروم باش من میخوام که برای تو کار بکنم این بارها رو بس بار به من و دقیقا این نکته ای هست که خیلی از ما میخوایم که سوپرمن باشیم میخوایم که همه بارها رو خودمون بکشیم و این باعث میشه که جدا بشیم از اون شادی آرامه صلح و امید پس نکته اول این هست که کوتاه بیایم از اینکه بخوایم همه این بار رو خودمون بر دوش بکشیم من یک مثال براتون بزنم حدود دو سال پیش همسر من در واقع پسرش همسر من دو تا فرزند از ازدواج قبلیش داره که شیمای عزیز امروز اینجا هست با همسرش کنار ما و امین در ایران هست امین مریض بود و برای بیماری امین ما احتیاج به احتیاج بود که عمل بشه و عمل هزینه بالایی داشت و ما مجبور شدیم که یک کردیت رو از بانک بگیریم و خیلی سالها همیشه هم برای من و همسرم هم این آرزو بود که یه گارتن داشته باشیم و نمیدونستیم که چطور باید این کارها رو بکنیم خلاصه بعدا متوجه شدیم که کلیسای ما یک مجموعه گارتن رو داره در پشت کلیسا و باید خودمون رو اونجا ملت کنیم ولی نورمال وایز مثلا معمولا یه 5 6 سالی طول میکشه تا بهت برسه ما خودمون رو ملد کردیم و بعد خبر هم از ایران رسید که امین باید عمل بشه و گفتیم که اوکی ما این وام رو میگیریم کردیت رو میگیریم و میفرستیم که عمل بشه و این کار رو انجام دادیم و دقیقا یک روز یا دو روز بعد از طرف کلیسا به من زنگ زدن که ما یک گارتن برای شما پیدا کردیم من خیلی هم تعجب کردم که چقدر سریع ظرف دو ما ماه بعد از اون ملت کردن خودمون این اتفاق افتاد و بعد پیش خودم گفتم که خدایا آخه ما که دیگه الان پول نداریم که این گارتن ها رو بگیریم اینا معمولا حدود 12 تا 15 هزار رو قیمتشون هست و بعد از این شخصی که زنگ زد پرسیدم که کدوم گارتن هست گفت گارتن مال ماتیاس هست و ماتیاس در مدیر بیبرشوله ما بود شخصی که همکار هستیم با هم در بیبرشوله کلیسا و من میدونستم که گارتن او یکی از اون اولی هاست که از همه گرونترم هم هست و اصلا طرفش نمیتونیم بریم و گفتم که اوکی گفتش زنگ بزن و من گفتم که پیش خودم صحبت کردم که خب من چرا وقتی این رو بگیرم الان زنگ بزنم ما که نمیتونیم این رو بگیریم ولی گفتم خدا باش حالا تو به من یه ایده ای بده که من چطور با این صحبت بکنم و گفتم اوکی وقتی که زنگ زدم اولین سوالی که میکنم اینه که پول چقدر میخوای و درون قلب من واقعا باور بکنید که به هیچ عنوان ناراحت نبودم از اینکه چرا ما الان توی این زمان شده کردیت گرفتیم و گارتن اومده و رضایت بود و گفتم خداوند میدونم که تو همه چیز رو برای ما در واقع مدیریت خواهی کرد و وقتی که به این دوستمون زنگ زدم و گفتم که ماتیاس به من گفتن که شما گارتنت رو میخوای واگذار بکنی فقط سوالی که من دارم برای اینکه میدونم سر چلوق وقتت نگیرم آخرش چند و چیزی که این ماتیاس به من گفت خیلی جالب بود گفت من و خانومم وقتی که اسم شما رو توی لیست دیدیم خداوند توی قلبمون گذاشت که این گارتن رو به شما هدیه بدیم و هیچ پولی لازم نیست که پرداخت بکنید و اون لحظه واقعا لحظه ای بود که من بهش هزار و بار برای یک میلیون بار نیکویی خداوند رو چشیدم و دیدم که چطور هست وقتی که ما بارهامون رو میدیم به او وقتی که میگیم در واقع من نمیتونم که این بارها رو حمل بکنم و اون هست که چطور واقعا اگر من میخواستم شبان روز در آلمان توی این سالها کار بکنم و پول جمع کنم نمیتونستم اون گارتن رو بخرم با تمام وسا که برای ما گذاشت و در واقع همه اینها به ما نشون میده که خداوند ارزش اعتماد کردن رو داره خداوند واقعا شایسته توکل کردن و اعتماد کردن هست چون او همه جزئیات آینده و در واقع زندگی من و شما رو میدونه توی کتاب امثال باب سه آیه پنج و شیش میگه با دل و جان بر خداوند توکل کن بر عقل خود تکیه مکن در تمام کارهایت خداوند را به خاطر داشته باش او راه راست را به تو نشان خواهد داد عزیزانم واقعا لازم نیست که این بار سنگین رو ما خودمون حمل بکنیم نکته دوم توی اینکه چطور یاد بگیریم که فروتن بشیم زیر دست نیرومند خداوند اینه که اجازه ندیم که نگرانی ها اون کاری رو که دلشون میخواد با ما بکنن رو انجام بدن نگرانی چه کاری میخواد با تو انجام بده نگرانی میخواد تو رو نابود بکنه نگرانی میخواد تو رو پایین بکشه نگرانی میخواد تو رو مریض بکنه نگرانی میخواد تو رو دپرسیو بکنه و تو نمیبایستی که اجازه بدی که نگرانی های تو هر کاری که دلشون میخواد با تو انجام بدن سال گذشته دقیقا زمانی که کرونا شروع شد فکر میکنم اوایل مرس بود یا اواسط مرس شف رئیس خانم من به من پیام داد و گفتش که خانمت رو میخوایم کندگونگ بکنیم به خاطر شرایط کرونا و ببخشید همین و این رو نوشت و من هم گفتم که اوکی خانمم ورزش رفته بود و وقتی که اومد خونه بهش گفتم که نازی اینطور شده و شف تو تو رو کندیگون کرده و گفته که دیگه نمیتونی که کار کنی و خب طبیعتا توی لحظه ای که این رئیس خانمم اون پیام رو برای ما فرستاده بود اولین فکری که به ذهن انسان میرسین هست که از ما الان باید چیکار کنیم با کردیت با این با اون با همه این هزینه ها و کاری که من و همسرم کردیم این بود که گفتیم نه نه ما اجازه نمیدیم که این افکار بیاد الان سراغ ما کاری که میکنیم این هست یک ما تمام این بار رو بر روی دوش خداوند میذاریم دو این خانم رو رئیس همسرم رو برکت میدیم خودش رو و خانوادهش رو برای اینکه سه سال همسر من پیش اون کار کرد شرکتش رو برکت میدیم و اعلام میکنیم که خداوند تو مسئول زندگی ما هستی و نه این خانم و ایمان داریم که از طرف تو اون مایحتاج ما میاد و دقیقا دو یا سه روز بعد مادر رئیس من به من زنگ زد و گفت من یه کاری رو توی خونم دارم آیا حاضر این رو انجام بدی و اکسترا پول بگیری گفتم بله و وقتی که من رفتم گفت که چقدر میشه هزینه این و هزینه اون دقیقا معادل حقوق یک ماه همسر من بود و من این کار رو شروع کردم و انجام دادم و وقتی که کار تموم شد این خانم مجدد اومد و همه اون پولی رو که در واقع ابتدا به من داده بود دوباره به من پرداخت کرد و من چون سنش بالا بود 82 سالش بود گفتم که شاید فراموش کرده و گفتم که شما این پول رو قبل از کار به من پرداخت کرد گفت نه من توی قلبم هست که دوست دارم این پول رو دوباره به شما بدم و بعد آخر ماه که شد ما دیدیم که علی من اینکه خانمم توی شرکت کار نکرده بود شرکتشون حقوق اون ماهش رو ریخته بود یعنی عملا بدون اینکه کار بکنه حقوق سه ماه در واقع آینده رو ما امروز توی حسابمون داشتیم و این واقعا نشون میده که وقتی که بار رو به خداوند بسپاریم خداوند وفادار هست و او در واقع مسئولیت زندگی ما رو براحته میگیره نکته بعدی این هست که اجازه ندی نگرانی های تو در واقع تو رو آزار بده نگرانی ها شروع میکنه به آزار دادن تو و قدم بعدی این هست که در واقع به صورت رادیکال یک چیزی اینجا توی اون متن یونانی اصلیش استفاده میشه یک کلمه به نام آوریست که من نگاهم کردم توی صرف زمانهای فارسی و آلمانی هم معادلش رو نداریم این به این شکل هست که میگه نگرانی هات رو به عیسی بدی به روح القدس بدی اجازه بدی که با او بمونه یعنی برشون نداری وقتی که میدی دقت کردید بعضی وقتها هست ما بار نگرانی همون رو میدیم به خدا یعنی میگیم خدایا بچم مریضه خدایا فلا مشکل رو دارم اما اه اه کمکم کن امشب این رو میگیم ولی فردا دوباره اون بار رو بر میداریم و خودمون شروع میکنیم به حمل کردن نه این, این قسمت از آیه میگه که در واقع بار رو بدی به عیسی مسیح بدی به روح القدس بذاری که پیش اون بمونه و اگر خواست که برگرده به سمت تو اجازه ندی که برگرده بگی نه نگرانی دوست من یا دوست ما هم نیست نگرانی دشمن من لازم نیست که بیاد پیش من بمون همون جا و میدونید همه اینها چیزهایی هست که برای ما میبایستی که در واقع به صورت پرکتیش اتفاق بیفته توی اون پارتنرشافت با روال قدس وقتی که در واقع این داستان کنگون که خانم من پیش اومده بود خب سه چهار ماه گذشت و این سه چهار ماه گفتم که پولش به این شکل اومده بود اما کم کم به وسط های تابستون که رسیدیم یک روز بعد از ظهر احساس کردیم که خب دیگه این پول هم داره تموم میشه از لحاظ مالی خورد تحت فشاریم و باید یک اتفاقی بیفته و این نگرانی ها میخواست که برگرده دوباره سراغ من و یه غروبی بود و نشستم با روالقدس صحبت کردم گفتم روالقدس شرایط ما رو میبینی و واقعا باید یک برکتی رو به زندگی ما بدی یک کاری رو برای ما انجام بدیم و یک یک جمله رو شنیدم از رول و خیلی وقتا من از رول به زبان آلمانی چیزهایی رو میشتوام که بهم گفت اسفیت آلس گوت و وقتی که اومدم بیرون به خانومم گفتم که نازی من شنیدم که میگه همه چیز خوب خواهد شد همه چیز خوب خواهد شد و روحالقدس قدس به من گفت در دو ماه آینده وضعیت شما تغییر میکنه وضعیت خدمتتون تغییر میکنه وضعیت مالیتون تغییر میکنه و چند هفته بعد یک روز بعد از ظهر توی گارتن نشسته بودیم جای همه شما خالی گریل رو آماده کرده بودیم غذا بخوریم که بعد از ظهر هم بود و یک آقای به همسر من زنگ زد که نازی فکر میکنم چندین ماه قبل شماره تلفنش رو بهش داده بود و گفت شما چندین ماه قبل پیش من شماره رو داده بودی من دو تا سالن آرایشگاه دارم و یک نفر رو میخوام و میتونی از فردا شروع به کار بکنی و از اون موقع به بعد مشغول هست و در اونجا داره کار میکنه و اون چیزی که میخوام بگم این هست که وقتی که ما یاد بگیریم تمرین بکنیم که این بار رو بر روی دوش او رو بذاریم ببین در اون لحظه ای که میتونست این افکار این نگرانی ها منو خراب بکنه فکر به من بده اما اون پارتنر شافته با روح القدس امید رو به ما میده ما میخونیم میگیم امید ما زنده است ایسای مسیح زنده است روح القدس اینجا کنار ما هست و اون مشتاقه که به ما امید بده و چرا استفاده نکنیم از این امکانی که داریم برای اینکه واقعا حیف است واقعا من میبینم که خیلی ها امروز دارن آزار میبینن به خاطر حمله نگرانی هاشون صلح در خانواده ها نیست در بین زن و شوهرها شادی در خانه ها نیست امید در خانواده ها نیست آرامش در خانواده ها نیست علاوه مسیحی بودن و این فقط فکر می کنم که در واقع تا اینجا که توضیح دادیم الان برای خیلی از ماها میتونه باز بشه که چرا خیلی کم از رول القدس تجربه میکنیم چون فهم کنم خیلی کم پرتاب میکنیم بر روی او این بار نگرانی هون و هرچی که کم پرتاب بکنیم کم هم از او در واقع تجربه میکنیم اما این اون متد و شیوهی بود که چطور ما در واقع فروتن بکنیم خودمون پسی یعنی مدام در یک استایلی باشیم که پرتاب بکنیم بار نگرانی ها رو هر لحظه اما شاید سوال بکنید و بگید که هدف خداوند از نگرانی ها چی هست میدونید ما توی یک دنیای زندگی میکنیم که نگرانی ها واقعا رئال هستن نگرانی از آینده بچه هامون نگرانی از پیریمون نگرانی از دوری از خانواده نگرانی از هزاران چیز و چون این نگرانی ها رئال هستند خداوند هم یک هدفی رو داره از بودن اینها توی زندگی ما یک بار دیگه من آیه را از اول میخونم پس اینک خیشتن را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد همه نگرانی های خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست هدف خداوند از نگرانی های ما این هست که او میخواد این اشتیاق رو داره که ما بهش اجازه بدیم که او مسئولیت حمل نگرانی های ما رو عهده بگیره او قلبش میتپه این ایسایی که امروز وارد اورشلیم شده همونطور وارد زندگی من و تو شده او فقط نمیخواد آسمان رو برای تو بسازه او هر لحظه زندگی تو رو میخواد و واقعا من میخوام امروز واقعا همه شما اگر در هر شرایطی هستید از این لحظه تا تقریبا آخرای موزه هستیم فکوس کنید روی نگرانی هاتون آمادهشون بکنید که میخوایم همه با هم واقعا پرتشون بکنیم به روی برای روح القدس پرتاب بکنیم یعنی همزمان با اینکه من صحبت میکنم که به انتها برسیم ببینید چه چیزهایی شما رو مشغول کرده توی این هفته چه چیزهایی و به یاد بیارید اون اول جلسه که سرتون رو روی سینه روح القدس گذاشتید که صدای تپش قلب پدر و عیسی رو بشنوید عزیزانم اینها رئال هست اینها حقیقی هست شاید الان روح نارضایتی اینجا هست یعنی چیزهایی با تو کار میکنه و میگه که تو زندگی این بده اگه این بود این خوب میشد مثال بارزش داستان عیسی و اون زن سامری اون روح نارضایتی که در این زن بود این زن از یک رابطه به یک رابطه دیگه میرفت از این رابطه به اون رابطه میرفت و عیسی وقتی که به اون میگه که بیا به نزد من که من آب به تو بدم عیسی میخواد که به او بگه که متوجهش بکنه که تو یک تشنگی یک گرسنگی یک خشکی روحانی داری و این نارضایتی این نگرانی این ترس این عدم شناخت هویت اینا همه چیزهای روحانی هستن و ما این رو با هیچ چیزی نمیتونیم پر بکنیم با هیچ چیزی ما با هیچ چیزی نمیتونیم شادی حقیقی و دائمی رو توی زندگیمون بیاریم با هیچ چیزی نمیتونیم صلح رو بیاریم جز اینکه حضور ایسا جز این که این صدای قلب ایسا رو بشنه جز اینکه اون آب زند اون لبندی اسفاسایی که میگه آب زندهی که میگه رو در واقع بنوشیم و از او بگیریم این هست که زندگی من و شما رو تغییر میده و در واقع پس اگر نگرانی توی زندگیت هست نباید شاکی باشی از خدا که چرا این وضعیت به این طوره بلکه باید بدونی که او مشتاق برای اینکه این بار رو حمل بکنه تو بهش بدی پرتاب بکنی روی اون اما این کلمه واقع این یک کلمه است که توی فارسی در واقع چند تا کلمه میشه زیرا او به فکر شما هست یا توی آلمانی میگه ارکومت زیش اوم آش این توی یونانی ملو هست کلمه که استفاده شده ملو و چرا من این کتاب رو آوردم چون میدونم که همه شما مشتاق این هستید واقعا واقعا لذت بخش وقتی کلام خدا رو اینطور میخونیم که این کلمه ها رو باز میکنه آخرش مثلا شماره داره و میتونید نگاه بکنید و توضیح میده که این کلمه چه معناهایی داره و اینکه میگه او به فکر شما هست ملو توی زبان یونانی مع... معانی... یک کلمه یه که ب... یه دیکشنری میشه براش نوشت خیلی معانی مختلف داره اولیش این هست که تو جای بسیار بسیار بزرگی توی قلب او داری یعنی در واقع یک بخش عظیمی از قلب او رو تسخیر کردی و خیلی چیزها هست که ذهن او رو به تو مشغول میکنه دومین نکتهش این هست شاید تو فکر میکنی که تو برای خدا مهم نیستی تو خداوند اینترسی نسبت به تو نداری یعنی علاقمند نسبت به تو نیست شاید نسبت به دیگر شاید نسبت به مثلا برادر آلبرت چون پاستور هست و سی سال تو کلیسا خدمت کرده اینترسی داشته باشه ولی نسبت به مثلا کسی که آخر نشسته نداره اما نه اینطور نیست این برای همه ما هست برای همه و او در واقع این اینترسی رو نسبت به تو داره معنی بعدی که داره این هست که تو نشستی توی قلب او نشستی توی قلب خداوند ملو تو تمام توجه او رو به خودت جلب کردی تمام توجه خداوند جلب شده به تو شاید سوال بکنی هشت میلیارد آدم روی زمین هست چطوری نسبت به من اگر این سوال رو میپرسی دیدگاهت رو میبایست نسبت به خداوند عوض بکن چون خداونده مثل من تو نیست که اگه من الان مثلا به همسرم فکر میکنم نمیتونم به دانیل فکر بکنم نه تو میبایست بدونی که صد درصد حواس و توجه خداوند به تو هست ملو او بارهای تو را حمل میکنه اما نه به اجبار با اشتیاق با علاقه با عشق بارهای تو رو حمل میکنه فقط به این شرطی که پرتاب بکنی بر روی او و نه فقط حمل میکنه که مسئولیت حل اونها رو هم بر عهده میگیره پس نکته مهم این هست که ما امروز اینجا همه با هم یک تصمیم بگیریم چون من فکر میکنم که نکات دیگری هم هست که بخوایم بگیم اما فکر میکنم که خیلی خوب باشه که اگر بتونیم یک سرود پرستشی رو هم داشته باشیم در پشت زمینه و واقعا اجازه بدیم همونطوری که خالیزا در اول صحبت ها گفتن عمل کننده کلام خدا باشیم ممکنه که من بیام حرفی رو به شما بزنم وعده ای رو به شما بدم و انجام ندم اما اون کسی که پیروزمندانه وارد اورشلیم شد اون کسی که زندگیش رو برای من و تو فدا کرد او هیچ وقت دروغ نمیگه او وفادار ترین وفادار هاست و من فکر میکنم که بهترین کار این هست که عمل کننده ای کلام باشیم و امروز همه ما بیستیم چند دقیقه رو وقت بذاریم میتونید بشینید میخواید دراز بکشید روی زمین فریاد بزنید اما بگیم که خداوند را این شادی این امید این صلح این حق من هست ایسا تو رفتی روی صلیب برای اینکه این رو من تجربه بکنم و این نگرانی های من امروز اجازه نمیده نگرانی از آینده فرزندم نگرانی از اقامتم نگرانی از قسط ماشینم نگرانی پدر مادرم یا هزاران چیز دیگه ای که هست یا ترسات اگر هست یا اگر روح نارضایتی هست اگر شیطان شروع کرده کار بکنه که به تو بگه اگه اینو داشته باشی بهتر میشه اگه همسرت فلان بود بهتر میشه اگه ماشینت فلان بود بهتر میشه اگر به جای آلمان انگلیس میرفتی بهتر میشه اگه تک تک اینها هست امروز بیایم و همه اینا رو باور بکنید که من نه اینکه امروز این جلو صحبت میکنم فکر بکنید که شرایط خیلی خوبی نسبت به شما دارم من من کوله بارم از همه سنگین تره من می باعث بیشتر از همه تلاش بکنم برای اینکه پرت بکنم و این رو همه با هم انجام بدیم چون ایمان دارم که خداوند اینجا هست و این بارو برمی داره و امروز وقتی که از این در میریم بیرون واقعا یک آرامشی رو حس کنیم یک راحتی رو حس کنیم اگر چیزی رابطه هامون رو خراب کرده اون دیگه از بین رفته باشه اگر نسبت به هم هست با امید بریم بیرون واقعا من میخوام که امروز همه ما وقتی از این در میریم بیرون با امید بریم بیرون پس هر طور که دوست دارید دوست دارید بیستید دوست دارید بشینید دوست دارید بخصید هر کاری که دوست دارید آماده باشید برای اینکه در یکی دو دقیقه آینده کوله باره رو جمع بکنیم و بعد همه با هم پرتابش بکنیم هللویا من کوتاه دعا میکنم یا ایسای وفادار جز تو چه کسی میتونه ما رو کمک بکنه جز تو چه کسی میتونه به ما امید به ایسا ایسا تو گفتی که من میرم و این رفتن من برای شما بهتر هست برای اینکه روح القدس بیاد و روح القدس ایمان داریم که تو اینجا هستی امروز روح القدس شاید هیچ ترازوی هیچ وزنی این باری که روی شونه هامون هست رو نمیتونه بکشه که چقدر سنگین هست این روح نارضایتی که شاید وارد زندگیمون شده و ما رو از همه چیز و همه کس زده کرده توان خلاصی ازش نداریم جمعش میکنیم تا روی تو بندازیم ترس هامون، ترس از آینده ترس از گذشته ترس از تاریکی انواع ترس ها اگه جای خودمون رو با دیگران مقایسه کردیم چرا کسی پیشرفت کرده من پیشرفت نکردم چرا اون رو دیدن من رو ندیدن چرا اون قبولی داره من ندارم همه اینها رو جمع میکنه و میگیم که ما رو توان حمله این بار نیست عیسی امیدمون فقط به تو هست و به وفاداری تو روح خداست وعده دادی در کلام شادی خیلی از ماها شاید مدت هاست تعم شادی رو نچشیدیم آرامش رو نچشیدیم امید رو نچشیدیم صلح رو نچشیدیم اما تو وعده دادی اگر ما خودمون رو زیر دست نیرومند خداوند فروتن بکنیم اینها رو خواهیم چشید از خداوند کوله بارمون رو داریم جمع میکنیم داریم آماده میکنیم که در کلیسه آلفامگا و عزیزانی که پشت دوربین ها ما رو میبینن همه ما با هم یک بار دیگه نیکویی و وفاداری تو رو بچشیم خداوند اینجا عزیزانی هستن یا پشت دوربین که نگرانی ها میخواد اونها رو نابود کنه میخواد از بین ببره اما این عزیزان میباید که سالهای سال زندگی بکنن و کارهای نیک و نیکوی تو رو برای دیگران بگن خداوندا جدا میکنیم به نام عیسی مسیح خداوند و همه عزیزانمون رو از این نگرانی ها برای اینکه بتونن سالهای سال با سلامتی زندگی بکنن و کارهای نیکوی تو رو خداوند رو برای دیگران بگن خداوند آماده هستیم برای اینکه شادی بزرگ رو امروز تجربه بکنیم صلح رو امید رو و آرامش رو عزیزانم اگر آماده باشید واقعا میخوایم حتی شده سمبولیک اما واقعا پرتاب بکنیم و هر کسی دوست داشت میتونه واقعا این رو پرتاب بکنه احساس کن که این نگرانی ها ترس ها بارهات همه رو گرفتی توی دستت شاید یه تونه دو تونه فکر کنی که تو اصلا با پاتم با تمام وجودتم نمیتونی تکون بدی اما تو الان زیر دست نیرومند خداوندی و اون قدرت میده که پرتاب بکنی پرتاب بکنی روی این صلیب پرتاب بکنیم بار تمام نگرانی هامون رو خداوندا به نام عیسی مسیح بلند میشیم و میگیم که جدا میکنیم خودمون رو از نگرانی ها از ترس ها از نارضایتی ها از همه چیزهایی که ما رو میخواد به پایین بکشه و همه ما به نام عیسی مسیح یک دو سه پرتاب میکنیم تمام این بار رو خداوند بر روی صلیب تو و دریافت میکنیم شادی رو آرامش رو صلح رو و امید رو به نام عیسی مسیح به نام عیسی مسیح دریافت میکنیم و این این فروتن این کاری که همه ما انجام دادیم کلیدی هست که آسمان رو بر بالای زندگی من و تو باز میکنه کلیدی هست که آسمان رو بر روی زندگی ما باز میکنه خداوند و برکت تو شادی تو به فراوانی بریز خداوند رو بر روی کلیسای آلفا اومگا به نام عیسی مسیح خداوند که این شادی این امید این آرامش و این صلح خداوند از کلیسای آلفا اومگا مثل یک منبع در شهر هامبورگ پخش بشه به نام عیسی مسیح خداوند و که خانههایی که در اطراف این کلیسا هستن همه امروز از این اتمسفر رو تجربه بکنن که روح خداوند روح وفادار خداوند شادی آرامه صلح و امید رو در اینجا ریخته و همه همسایه ها هم بهره بشن از این شادی به نام عزیز عیسی مسیح طلبیدیم آمین آمین خداوند برکت بده شما رو